با درود خدمت شما دوستان عزیزان، در خدمتتون هستم برای فال جدید. این فال بنابر درخواست یکی از دوستان عزیز، افسانه عزیز بوده که تقاضا کرده که براتون بگیرم. قبلا در کانال این فال من گرفتم. اسم این فال، چهره واقعی او چه چیزی هست، کی هستش این شخص، چهرهش چگونه هستش. پس بنابراین برای این فال مثل اغلب فال ها دوستان من دو تا انتخاب میذارم. انتخاب خوب و بهتر وجود نداره. دوستانی که نمیتونین انتخاب کنین، فقط انتخاب اول نگاه کنین. انتخاب اول و انتخاب دوم هستش. من ببخشید، معنای کارت ها رو براتون نمیخونم، فقط هم میذارم شما این اعداد رو براتون میخونم. انتخاب اول عدد 5 هست و انتخاب دوم عدد 40 هست. دوستان انتخاب اول، انتخاب دوم. سخن کوتاه میکنم مثل همیشه و میرم سراغ عزیزان دسته اول. سلام به دوستان و عزیزانی که انتخاب شما انتخاب این کارت بود، عدد 5، صبوری، اعتماد و کاریزم. من این کارت رو اینجا میذارم براتون و اینکه با هم دیگه میریم ببینیم که در ارتباط با شخص مورد نظر شما چهره واقعی او چه چیزی هست. اینجا حرف از این میزنه که شاید آدم صبوری باشه دوستان. اوکی، حالا ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. آپ آپ، ببین کارتی که دستم افتاد، خورشید، کسی که میدرخشه، آدمی که عجله نداره. اوکی، ببینیم کارت های دیگه بهتون چی میگن. من کارت ها رو میریزم و از دو دسته کارت استفاده میکنم. از دسته کارت پوتیل و نغمه استفاده میکنم و همچنین از دست کارت و از دک تاروت استفاده میکنم. ببینیم این دوتا با کارت ها با هم دیگه چی میگن در ارتباط با این شخص. خب، چهره واقعی این شخص. اول بریم سراغ انرژی اصلی این شخص. چه انرژی داره؟ اوکی، من دو تا کارت از کارت های پوتیل و نغمان دارم برش میکشم. من این میدونم سجراش مقدار نگرانی افتاده بود در ارتباط با شخصیت این شخص، احتمالش هست، ولی خب دوستان عزیز، اینجا مسئله ای که من این میون دارم میبینم در ارتباط با این شخص، شخص آدم دارم میبینم قادر و قابل آدمی هستش که دارم میبینم که قدرتمند هستش. دوستان عزیز، در انرژی که این شخص داره، انرژی دست به عمل زدن، آدمی هستش که دارم میبینم اینجا کسی هستش که مقداری هم معتقد هستش در ارتباط با آیندهش و الان دارم میبینم یک شروع اشتیاقی داره و اینکه مسئولیت های زندگیش کاملا دستش هستش و بهشون چیره شده، مسلط هستش. یه مسئله که من اینجا میتونم بهتون بگم این هستش که این شخص، دوستان عزیز، باید بدونین که کسی هم هستش که اگر که در مورد مسائل احساسی هستش، بدونین که آدمی هستش که دلبری زیاد میکنه، کسی هستش که دارم میبینم که در درون خودش کسی از الان در حال حاضر در آدم متعهدی من میبینمش. حالا در حال حاضر دارم میبینم یا یه تعهدی تو زندگی گذشتهش، و اینجا کارت گذشتهش هستش که داره درش رو میبنده، تموم میکنه، میره. یا اینکه به طور کلی در مقابل آنچه که در گذشتش هم بوده، این شخص الان تعهداتی رو داره. به هر حال من آدم مسئول و متعهدی اینجا دارم میرم. انرژی حالش این هستش، کسی هستش که دارم میبینم که دانش زیادی هم این شخص داره. دوستان خیلی خوب ببینیم که کارت های بعدی رو با هم دیگه چه چیزی میگن در ارتباط با این شخص. خب، چیزی که
که دوست داره که به دیگران نشون بده دوستان توجه کنه. این شخص مسئله هستش که فکر میکنه که دیگران باید این شخص رو ببینن مثل کسی واقعا متعادل، کسی شخصی صبور. ببین کارت صبوری با اینجا. آدمی هستش که خوب صحبت میکنه. خب آدم دلش میخواد به دیگران اینو ببینن مثل آدمی هستش که رگ و ریشه داره، کسی هستش که ثبات داره در زندگیش، کسی هستش که آدمی هستش که میشه روش حساب کرد در واقع. کسی هستش که دارم میبینم که مدارا میکنه و اینکه نرمش در زندگیش داره. به هر حال آدمی که نگاهی که چهره‌ای که از خودش به دیگران نشون میده آرامش و اینکه بهبودی رو نشون میده به دیگران. بریم ببینیم به شما چه چیزی رو میخواد نشون بده. چهره‌ای که از خودش به شما میخواد نشون بده شخصی بسیار خوشحال و خوشبخت. دوستان دو تا کارت از دستم افتاد، من این دو تا کارت رو میذارم و کسی رو دارم میبینم که سعی میکنه که به شما نشون بده که در واقع آدم خیلی شاید بسته این نیستش و آدمی هستش که زندگیش در حال حرکت هستش. به هر حال من اینجا شخصی رو دارم میبینم که بسیار میخواد به شما نشون بده که میتونه حتی با شما در کنار شما اون خوشحالی و خوشبختی که شما شاید مد نظرتون هستش در بیاد و همچنین داره به شما نشون میده که پایبند شاید یک سری اصولی هم این شخص هست. خب ببینیم کارت های دیگه در ارتباط با اینکه وقتی که این شخص خودش با خودش هست به چه صورت هست. دوستان عزیز ببین دوستان وقتی که این شخص خودش تک تنها هستش آدم کنجکاوی من اینجا دارم میبینمش، میبینی کسی که یک در تنهایی خودش دارم میبینم با خودش صادق هستش، روی خودش کار میکنه، کسی هستش که واقعا کودک درونش زنده هست عزیزانه در این شخص و برخلاف این چهره بله خودش افتاد اینجا توجه کنیم، برخلاف این چهره بسیار مسئولانه بزرگ و پدر یا مادر رو نمیدونم آدم متعهد ولی بدون یک کودک درونش زنده هستش، آدمی هستش که در تنهایی خودش هستش، صداقت داره و اینجا خودش هستش، این کارت خودش افتاد. ولی اینکه بهتون بگم که کسی هستش که به قول معروف کارهایی رو انجام میده، اقداماتی رو انجام میده برای زندگیش در جهت و راستای مسئولیت‌هاش ولی خودشه. یک کسی شخصی رو من دارم میبینم شاد هستش و اینکه کسی رو میبینم که با خودش صداقت داره. خب من یک کارت دیگه ببینم بکشم برای شما ببینیم که یک کارت دیگه قبل از اینکه بیام به این قسمت میخوام برم ببینم که نگاه و نظرش در مورد زندگی گذشتهش به چه صورت هستش. خب زندگی گذشتهش رو دوستان عزیز دارم میبینم که زندگی بدی دیدگاهی دیده روی زندگی بدی روی زندگی گذشتهش نداره. دوستان زندگی گذشتهش رو بیشتر اینجا دارم میبینم دوربرش مثل میمونه که شاد بوده، نمیدونم افراد مختلفی بودن، شاید تجربیات زیادی رو پیدا کرده و اینکه بالاخره براش تلاش زیاد کرده و اینکه بالاخره به یک ایستی شاید یه جاهایی رسیده، تلاشهاش هم ممکن استش که ثمر بخش بوده یا نه، به هر حال زندگی گذشتهش دیدگاه بازی نسبت به زندگی گذشتهش داره که در اون آدمهای زیادی رو در بر میگیره دوستان. و ما بریم ببینیم که دیدگاه و نگاهش روی آیندهش به چه صورت هست عزیزان دل. خب ببینید آدمی هستش که دیدگاهش رایانش اینش که اون چه که سرنوشت باید سر راهش قرار میده ولی خوشبین هستش، احساس میکنه که سرنوشت بر سر راهش موقعیت خوبی رو داره میگذاره که این شخص بتونه از اول یک حرکت و یک شروع جدید توی زندگیش داشته باشه. یک موقعیت شانس با اون یار هستش،
به سرنوشتم این شخص خیلی اعتقاد داره، چون اینجا من دارم کارت سرنوشت رو دارم میبینم، اینجا هم به همین صورت هستش دوستان. اوکی؟ پس آنچه رو که باید بیاموزه میاموزه، و اگر سختی در زندگیش بوده از اون سختی فکر میکنه که موقعیتی هست برای خودش که بتونه بهتر باشه. به هر حال حالا بریم ببینیم کارت های دیگر رو. من میرم از شما گفتیم، از خود این شخص گفتیم، بریم ببینیم که در مورد دیگر رو. در مورد دیگران، از افرادی دوستان عزیز خوشش میاد، شخص که پروژه دارن، آینده نگر هستن، زندگیشون رو دورا، یعنی که مسائل جدیدی تو زندگیشون دارن، یا جرأت میخوان بکنن، کارهایی رو میخوان انجام بدن و در حرکت هستن و پروژه هایی دارن که از به هر حال از مدت های پروژه هایی دارن دوستان عزیز برای دراز مدت، و همچنین از افرادی که نمیشناسه و در ممکن استش از همون اصل نسبی که خودش هستن نمیاد، دوست داره، دوستان متفاوت هستش، حالا ممکنه که از اون شهری که باشین نباشه، از اون قومی که هست نباشین، به هر حال از اینجور افراد خوشش میاد دوستان. دیگران یه دوست داره که برای زندگیشون فکر میکنن، نقشه دارن و در حرکت هستن. و اما ببینیم که چه چیزی خوشش نمیاد. دقیقا برعکس آنچه که اینجا گفتم، از این جور افراد خوشش نمیاد، از افرادی دوستان عزیز که بحث و دعوا دارن، احساس میکنن که در تنگنا هستن و اینکه نمیتونن حرکت کنن و بال پرواز رو ندارن، به خودشون اجازه حرکت رو نمیدن، بدش میاد. از افرادی که درگیری های ذهنی دارن، خودشون برای خودشون مخمصه ذهنی درست میکنن و مدام در رنج و عذاب و مانع هستن، آنچنان خوشش نمیاد این شخص. خب ببینیم که چه چیزی رو این شخص دوستان عزیز، آپا بابا یک کارت افتاد. راز این شخص این هستش دوستان عزیز که اولا توجه کنید، آدمی هستش که این شخص اولا باز هم همون کودک درونش زنده هستش، آدم مهربانی من میبینم، همیشه پروژه های مختلفی توی زندگیش داره، و اینکه یه وقتایی هم هست سردرگم هست و اینو هیچ وقت نمیگه. اوکی؟ پروژه‌های مختلف، چیزای جدید جدید زیاد توی زندگیش ممکنه اتفاق بیفته، یا ایده های جدید زیادی داره و یه مقدار این ایده های جدید، این برای کودک درونش زنده بودن یه مقدار خیلی ممکنه یه جاهای سردرگمش کنه. دوبار من اینو دارم میگم، کسی که مهربان هستش، کسی که راحت هم میبخشه دوستان، اوکی؟ و همیشه یک راه حلی رو پیدا میکنه. اینو نمیخواد به کسی بگه که من آره من مثلا آدمی هستم که راحت کسی رو میبخشم دوستان. اوکی؟ خب حالا با هم دیگه نگاه میکنیم چه چیزی برای این شخص خیلی مهم هست. من این کارت میذارم اینجا. بازم سرنوشت افتاد دوستان. من گذاشتم این سر جاش، ولی برای که این آدم به سرنوشت خیلی معتقد هستش. خب ببینیم که کارت های دیگر رو من گذاشتم این سر جاش. اوکی، این شخص از اینان دل خیلی دوست داره که براش خیلی مهم هستش که درد و رنج و زحمت تبدیل به زیبایی بشه. آدمی هستش که دوستان دوست نداره، که دوست زیبایی رو خیلی دوست داره. من اینجا دارم میرم کسی هستش که دوست داره که وارد جزئیات یک مسئله بشه، دوست داره که به هر حال به حالا به هر ببینید اینجا من دارم ببینم که به هر قیمتی که شده دوستان. اوکی؟ دوست داره که یه وقتایی دردهایی رو که در درون خودش هستش، با اینکه بهتون گفتم کودک درونش زنده هستش، یک سری از دردها رو با خودش حمل کنه عزیزان دل، برای که مثل میمونه که این دردها کمکش میکنن که یک سری از داشته ها، یک سری از زیبایی ها، یک سری از مسائل خوب رو بهتر بچشه. آدمی هستش که از سورپرایز خیلی خوشش میاد، آدمی هستش که دوست داره که هر روز زندگی شکوفاتر باشه. خب با وجود دردها رو میپذیره این شخص دوستان، دردها وجود دارن. خب بریم ببینیم که چه چیزی برای این شخص اهمیتش کمتر هستش.
اینکه حتما جار بزنیم در مورد مشکلاتمون، اینکه حتما همه چیزو باید در موردش حرف بزنیم، اینکه حتما در مقابل همه چیز جایگاه همه رو باید مشخص کنیم، اینکه در مقابل همه چیز باید نمیدونم استقامت کنیم. این چیزا براش مهم نیست. اینکه حتما هر مشکلی هست ما باید بریم سراغش و هر جوری شده این مشکل رو حل کنیم، آنچنان مهم نیست. مشکلات همونجور که بهتون گفتم هم تو در مورد آیندهش هم به سرنوشت اعتقاد داره این شخص، و سرنوشت اگر بخواد جان دوباره من میگیرم، اگر هم نخواد من نمیگیرم، پس رها میکنم. این مسئله خیلی خوبی است. همونجور که اینجا دیدیم دوستان توجه کنین که کودک درون این شخص خیلی بیدار هستش و هوشیار هستش و کمکش میکنه یه جاهای اینجا. به هر حال چیزی بود که در ارتباط با این شخص میتونستم ببینم و بهتون بگم. من روی ماهتون رو میبوسم دوستان و میرم سراغ دسته دوم. سلام دوستان و عزیزانی که انتخابتون انتخاب این کارت بود. دوستان توجه کنین این کارت، کارت عدد 40 حرف است. آدمی هستش که یا یه مقدار دلنگرانی زیاد داره دوستان، یا آدم اینجا حرف از پارانو هم میزنه. ببینیم با هم دیگه انرژی های این شخص چه چیزی هست در ارتباط با شما. نه همیشه در ارتباط با شما میگیرم، نه چهره واقعی این شخص. دوستان با هم دیگه نگاه میکنیم و انرژی های این شخص، اولین انرژی که با این شخص همراهی میکنه. من از دو دسته کارت استفاده میکنم، از تاروت استفاده میکنم و همچنین از پوتیل و نومان استفاده میکنم و بعد با هم دیگه ببینیم چه خبره. خب اول دو تا کارت برای حالی این شخص، انرژی واقعی این شخص، ببینیم چه خبر هستش. اوکی، آدمی هستش دوستان دانا، آدمی هستش معنوی، آدمی هستش که دارم میبینم که کنشگاف، آدمی که کودک درونش زنده هستش، کسی هستش دوستان عزیز توجه کنین که مستحکم هستش، آدمی هستش که تنها هستش، کسی هستش که ثبات، ببین در تنهایی خودش داره رشد میکنه، داره اوج میگیره دوستان عزیز، و اینکه داره همچنین چیزهایی رو یاد میگیره. کسی هستش که به نظر من اینجا عزیزان دل این معنویتی که این شخص داره، این تعهدی که حالا معنویت تعهد هم هست توی این کارت دوستان، میتونه کمکش کنه که اوج بگیره، بزرگتر بشه، تغییر کنه دوستان. توجه کنید عزیزان دل، خیلی کنجکاو هست در مورد خیلی از ممکن است مسائل معنوی، در مورد به هر حال آدم کنجکاوی من دارم میبینم، کسی هستش که روی خودش داره کار میکنه، و اینکه یک تنهایی من اینجا دارم میبینم که در این شخص خیلی خیلی الان برقرار هست. اوکی، حالا من یک کارت از دستم افتاد، این کارت اینجا میذارم، ولی قبلش میخوام برم سراغ کارت های دیگه. بریم ببینیم که نگاهش بر روی گذشتش، نگاهش بر روی گذشتش دوستان عزیز، نگاهی هست که در این گذشته دارم اینم که درگیری زیاد بوده، مثل این میمونه که تلاش این شخص زیاد بوده و اینکه مسائل منفی هم زیاد بوده. آدمی هستش که دیدش رو بر روی گذشتش این هستش که پوست انداختم در مورد گذشته، هرچند مشکل بوده و هر حال امیدوارم که الان به از 5 به 6 رسیده، یعنی که از اون درگیری های درونی تناقضاتی که وجود داشته، ببینید دارم میبینم که به خودش، امیدوارم که به این نتیجه رسیده باشه که چی میخواد، برای که اینجا پوست دارم میبینم، کسی که فکر میکنه پوست انداخته، حس ششمش در گذشته شاید بهش در مورد گذشتهش، حتی در همون گذشته هم بهش میگفته که باید از یک درگیری در بیاد. به هر حال دید آنچنان گل و بلبلی در مورد گذشتهش نداره، ولی همین گذشتهش ممکن استش که مسائلی که براش اتفاق افتاده باعث شده که یاد بگیره که خود در
شرایط مختلف چگونه از غریزه درونیش، چگونه از حس ششمش استفاده کنه و چجوری بخزه تا اینکه بخواد از یک درگیری، از یک شرایط سخت در بیاد. بریم دیدگاهش در ارتباط با زندگیش، در ارتباط با آیندهش چه چیزی میگه دوستان. ببین دوستان، آدمی هست معتقد، آدمی هست معنوی. ببین آینده رو هم میبینه که اعتقاد داره، معتقد هستش. ببین ستاره و ماه در کنار هم افتادن که ببین یه چیز مرموز هستش، چیزی که ازش خبر ندارم، ولی من معتقد هستم که راه من روشن هستش، من معتقد هستم که آینده من بهتر خواهد بود. خب ولی وقتایی همین که میاد یه مقدار مضطرب بشه در مورد آینده، معنویتی که اینجا ما با هم دیگه دیدیم و حس ششمی که اینجا دیدیم دوستان کمکش میکنه که اینجا وقتی که در درون خودش هست جواب سوالای خودش رو پیدا کنه و در مورد آینده دیده بیشتر روشنی داره. آدمی هستش که دوستان خیلی آدم مرموزی من میبینم، آدمی هستش که واقعا خیلی در معنویات و از این مسائل متافیزیکی ممکن هست زیاد باشه. و حال در ببینید از در مورد دیگران، الان من این برای من خیلی کارت عجب و غریبی افتاده. شخصی نشون میده که گوشتی بر تن نداره، تغییر خیلی خیلی بزرگی انجام شده تو زندگیش، گذشته یه سختی شاید داشته و کسی بوده که راهی که اومده شاید راه آسانی نبوده. در مورد دیگران نشون میده یک کسی که شاید یه مقدار دودل هستش روی یک سری از مسائل، یه چیز سختی در مورد دیگران نشون میده. چهره‌ای که از خودش به دیگران نشون میده یک چهره، من آنچنان گل و بلبلی نمیدونم، بیشتر یک چهره سخت دارم میبینم، کسی که خیلی تغییر کرده. خب و کسی که شاید راهی که اومده راه آسانی نبوده دوستان. خب و شاید در مورد دیگرانی که واقعا میشناسنش از قبل، میبیننش مثلا یک باره خیلی وزن کم کرده، یک باره یک تغییر اساسی در زندگیش به وجود اومده و راهی که اومده آسان نبوده، ولی به هر حال در مورد دیگران من احساس میکنم که خیلی آدم من بازی من نمیبینمش. خب الان ببینیم، آپا 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 ببخشید یک کارت افتاد پایین، من برم ببینم کارت رو بردارم بیم. خب در مورد شما دوستان عزیز، چهره که میخواد از خودش به شما نشون بده آدمی هستش که عجیب هست برای من اینجا، مثل مونه کسی میخواد به خود به شما نشون بده که یا اینکه میخواد بهتون بگه که خیلی آدم مطمئنی درگیری داره در مورد شما، یا اینکه سایه کسی در زندگیش هست. دوستان عزیز به هر حال ببینید داره یه جوری از خودش، چهره داره از خودش به شما نشون میده که اون اینجا یه مقدار شما رو به قول معروف در یک ابهام بخواد بذاره و یه جوری که من نمیدونم این حالتی، ولی به هر حال از جانب دیگه چهره که از خودش نشون میده به شما آدمه. ببین دو حالت داره، یکی این که ببین من چه آدم خوبی هستم، آدم متعهد و فلانی هستم، ولی در مورد تو هنوز نمیدونم چی میخوام، شاید هنوز تصمیمی رو نگرفتم، برای که ممکنه که سایه یک سری از چیزها هنوز در زندگی من وجود داشته باشن. خب و من ببین دقیقاً مثل نگاهی که چهره‌ای که از خودش به دیگران نشون میداد که مقدار من نمیدونم چه کار کنم، چه راهی رو انتخاب کنم، اینجا هم به همین صورت در ارتباط با شما هستش دوستان. اوکی، آدمی که یک مقدار ممکن هستش که حداقل شما به نظرتون برسه که ممکنه تناقض در این شخص زیاد باشه، ولی آدم متعهد و محترمی هستش، حداقل اینو از خودش به شما نشون میده. خب بریم ببینیم که این شخص زمانی که خودش تک تنها هستش با خودش، آدمی هستش که پاهاش روی زمین هستش، آدمی هستش که میدونه کی هستش، چی میخواد، میخواد بسازه، آدمی مستقل من دارم میبینمش، کسی هستش که وقتی که تنهای خودش هستش حرف خودش هستش. ممکنه که اینجا یه مقدار دودل یا برحال یه مقدار دودل شما خودشون جلوی دیگران نشون بده، یا اینکه
در مقابل شما هم به همین صورت تناقضاتی رو شما در این شخص ببینید، ولی ببینید وقتی که در خلوت خودش هستش همه چیز برش روشن هستش و آدمی هستش که ببینید قدرتمند. اینجا دارم ببینم که شخصی مسئولیت پسیر آدمی هستش، برای من اینجا خیلی انعطاف پذیر نداره، ولی اینکه جلوی دیگران، حالا من بهتر فهمیدم با این دو تا کارت ها، ولی اینکه جلوی شما و دیگران نشون بده آم شاید نمیدونم خودشو بخواد وقف بده، ولی کسی هستش که به نظر من اینجا وابسته به یک سری از مسائل قدیمی ممکن هست در زندگیش هستش و اینکه شاید میل بر این داره که دیگران رو هم با سر دیگران هم با پنبه ببرید. مسئله بدی نیستش، ولی دیگران رو در همون راستا و جهتی که خودش دوست داره و میلش هست حرکت بده. کسی نیست که راحت بشه به نظر من اینجا متقاعد کرد. خب ببینیم کارت بعدی رو با هم دیگه. خب دوستان، این شخص هرگز آنچه که در سرش میگذرد رو به شما نمیگه. کسی هستش که دعواهای درونیش به خودش رو در ارتباط با اون حرف نمیذاره، در ذهن خودش نگه میداره. آدمی هستش که خیلی متفکر هم من اینجا میبینم، نه تنها معنوی بلکه شخصی دارم میبینم بسیار متفکر. کسی هستش که خیلی اگر که یک مسئله یک درگیری پیش بیاد این شخص روش خیلی فکر میکنه و همجور در مغز خودش میپیچونه و تجزیه تحلیل میکنه تا اینکه به یک نتیجه برسه و اون رو ببره دوستان، اوکی، و تموم کنه بره و به سمت مسئله دیگه بره. پس آدم خیلی باهوش من اینجا دارم میبینم دوستان، که نظر مغزی هم خیلی دارم میبینم که برم کارت پایین هستم. بله، آدمی هستش که خیلی متفکر هستش، از افراد خوشش میاد که آدمای مستقلی هستن، آدمایی که حرکت میکنن، افرادی که موفق هستن دوستان. و ببینیم کارت دیگه. بله، بازم حرکت، تغییر میکنن، حرکت میکنن. افرادی که شاید از اون جایی که این شخص میاد نیستن دوستان و متفاوت هستن، افرادی که اهل خانواده هم هستن دوستان. این شخص خیلی دوستش داره، دوست داره. و از افرادی که احساس قربانی بودن میکنن خوشش نمیاد، افرادی که خسته هستن، افرادی که قربانی هستن، افرادی که شاید با دیگران سر جنگ دارن. و اینکه بله، شاید از افرادی که استراتژی زیاد برقرار میکنن هم خوشش نمیاد. خب ببینیم که افرادی که خیلی سر خودشون رو در میارن برای هر مسائلی، ببینیم چه چیزی برای این شخص خیلی خیلی مهم هست دوستان. چیزی که برای این شخص خیلی مهم هستش، آره، جالب اینجاست که این کارت دیگه هم براتون میگیرم میکشم. تمرکز و اینکه ثبات در زندگی این شخص خیلی براش مهم هستش. دوست داره که در زندگیش مستقر بشه، دوست داره که به یک ثبات بخواد برسه. و اما بریم ببینیم که کارت دیگه چه چیزی کمتر براش اهمیت داره. برای این شخص پنهانکاری کمتر اهمیت داره و ترس ها، این چیزا کمتر براش اهمیت داره دوستان. شاید در مورد خرج کردن هم این شخص شخصی هستش که دوستان توجه کنه براش مهم نیست چقدر شاید خرج کنه، احتمالش اینجا زیاد هستش، خرج هایی که دور برش هستش. توجه داشته باشین یک مسئله که اینجا منو یه مقدار آزار میده روی مسئله خیانت هم ممکن هست باشه. ببین اونجا دیدیم آدمی پارانو اینجا ممکن هست باشه، یه چیزایی ما در این میون دارم میبینم در ارتباط با این شخص. ممکن هستش با وجود معنویات، با وجود این چیزایی که داره، این شخص شخصی هستش که برایش مهم نیسته شاید اگر خیانت ایمیون انجام بشه، حالا در توسط خودش یا دور و بریاش، نمیدونم دوستان، شما شاید بهترین شخص رو میدونیم. به هر حال این ترس هستش اینجا من دارم میبینم. مسائل احساسی هم ممکن هستش برای این شخص آنچنان مهم نباشن. خب به این صورت احساس قوی داشتن رو نمیدونم به این صورت، به خاطر آدمی هستش که شاید احساس میکنه که
احساسات مانع از به وجود اومدن یک ثبات میشن، تمرکز و تسلط میشن. پس برای من شاید آدم احساسی شاید نباشه دوستان این شخص. خیلی دوستان عزیز، این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خوش.